قدرت من هستم. لیندا خانم جوان و زیبایی بود که خداوند موهبت‌های زیادی را به او بخشیده بود. او بسیار باهوش و جذاب بود و همچنین خانواده‌ای بسیار خوب و مهربان داشت. هنگامی که او را برای اولین بار بعد از یکی از همایش‌های ملاقات کردم، با خود فکر کردم که او را می‌توان به عنوان سمبولی از یک بانوی خوشبخت و شاد مثال زد. اما متاسفانه خیلی زود متوجه شدم که خلاف این امر صادق است. او برای من شرح داد که چقدر از زندگی ناراضی است. او احساس تنهایی می کرد و تصور می کرد تمام همکارانش از او با استعدادتر هستند. او از عبارتهای منفی زیادی استفاده می کرد، مانند من جذاب نیستم، من بدشانس هستم، من به کندی مطلبی را یاد می گیرم، من خسته هستم و غیره. بعد از 5 دقیقه گفتگو با لیندا متوجه شدم که چه عاملی باعث عدم پیشرفت او در زندگی بوده است. من هستم های او. هر صفتی را که به همراه 2 کلمه من هستم بیاورید، نشان دهنده این است که شما چگونه زندگی می کنید. من خوشبخت هستم. من قدرتمند هستم. من سالم هستم. من باهوش هستم. یا من جذاب نیستم. من هستم هایی که بر زبان می آورید می تواند باعث موفقیت یا شکست شما شود. متاسفانه ما همیشه مرتکب اشتباه می شویم و از عبارات منفی استفاده می کنیم. من دست و پا چلفتی هستم. در آینه نگاه می کنیم و با ناراحتی سر خود را تکان می دهیم و می گوییم من بسیار پیر هستم. بعضی از دوستان خود را می بینیم و احساس می کنیم آنها از ما با استعدادتر هستند و زیر لب با خود می گوییم من خیلی متوسط و معمولی هستم. هنگامی که در ترافیک گرفتار می شویم رنجیده خاطر شده و می گوییم من بسیار بدشانس هستم. در اغلب موارد ما از قدرت عبارت من هستم علیه خود استفاده می کنیم و آگاه نیستیم که این کاربرد نادرست به چه میزان می تواند در آینده ما اثر مخرب داشته باشد. قانون این است: هر عبارت یا صفتی که به همراه 2 کلمه من هستم بیاورید، بخشی از واقعیت شما در آینده می شود. وقتی شما می گویید من بسیار دست و پا چلفتی هستم، دست و پا چلفتی بودن به دنبال شما می آید. من خیلی پیر هستم، چین و چروک در چهره شما نمایان می شود. من خیلی چاق هستم، چربی ها و کالری های اضافی به شما هجوم می آورند. در حقیقت شما آنها را به آینده خود دعوت کرده اید. اما خبر خوب این است که این شما هستید که تعیین می کنید چه عبارت و یا صفتی را بین 2 کلمه من هستم قرار دهید. هنگامی که می گویید و تأکید می کنید من خوشبخت هستم، خوشبختی دنبال شما می آید. من با استعداد هستم. هوش و استعداد شما در تمام کارهایتان نمایان می شود. ممکن است حال زیاد مساعدی نداشته باشید، اما وقتی می گویید من سالم هستم، سلامتی در بخش های مختلف بدن شما متجلی می شود. من قوی هستم. قدرت به دنبال شما می آید. با انتخاب صفت و عبارت مناسب و مثبت بین 2 کلمه من هستم، شما می توانید تمام این جنبه های مثبت را به زندگی خود فرا بخوانید. از این لحظه به بعد شما باید بیشتر مراقب کلام خود باشید.
صبح از خواب بیدار شوید و چیزهای مثبت را به زندگی خود دعوت کنید. من خوشبخت هستم. من قوی هستم. من باهوش هستم. من با استعداد هستم. من با نظم هستم. من ثروتمند هستم. هنگامی که شما این گونه سخن بگویید، استعداد، قدرت، هوش، فراوانی و ثروت از جانب خداوند قادر فرا خوانده می شوند و در زندگی شما جاری می شوند. اما اغلب ما هنگامی که صبح از خواب بیدار می شویم و در آینه نگاه می کنیم، به خود می گوییم من پیر هستم، چهره من چروکیده شده است. با گفتن این عبارت شما پیری زودرس را به زندگی خود فرا می خوانید. لطفی در حق خودتان کنید. از دعوت کردن این جنبه‌های منفی به زندگی خود دست بکشید. جرأت داشته باشید. بگویید من جوان هستم. من بسیار پر انرژی هستم. من بسیار سرحال و سرزنده هستم. این عبارات بهترین دارو برای جلوگیری از پیری و فرسودگی هستند. البته استفاده از آنها هیچ هزینه‌ای ندارد. کلمات مانند دانه هستند. هنگامی که شما کلمه ای را بر زبان می آورید، شما به آن جان می بخشید و اگر به گفتن آن ادامه دهید، در نهایت به واقعیت شما تبدیل می شود. خواه بدانید یا ندانید، شما در حال پیشگویی آینده تان هستید. بر زبان آوردن جملاتی مانند من خوشبخت هستم، من قوی هستم، من رویایم را تحقق می بخشم، تنها مثبت اندیشی صرف نیست. با گفتن چنین جملاتی شما پیروزی و موفقیت خود را در آینده پیشگویی می کنید. همواره زندگی شما در جهت کلام شما حرکت می کند. اما متاسفانه اکثر مردم خلاف این را پیشگویی می کنند. آنها می گویند من هیچ وقت به موفقیت چشمگیری دست نمی یابم. هیچ وقت تناسب اندام خود را به دست نمی آورم. کسب و کار کساد است. به احتمال زیاد اخراج می شوم. آنها نمی دانند که با این کار در حال پیشگویی شکست خود هستند. به عبارت دیگر، آنها از طریق کلام منفیشان شکست، متوسط بودن و کمبود را به زندگی خود فرا می خوانند. به جای این که بگویید من هیچگاه شفا پیدا نمی کنم، این بیماری سه نسل است که در خانواده ما وجود دارد، بگویید خداوند بیماری من را به طور کامل شفا می دهد. این بیماری زود گذر است و من هر روز بهتر و بهتر می شوم. با گفتن چنین جملاتی شما در حال کاشت دانه های شفا، سلامتی و تندرستی هستید. به جای این که بگویید من هیچ وقت نمی توانم قرض هایم را پرداخت کنم، هیچ وقت نمی توانم سطح زندگی خود را ارتقا دهم، باید بگویید من به جایگاهی خواهم رسید که هرگز قرض نخواهم گرفت، بلکه قرض خواهم داد. دست به هر کاری بزنم جز موفقیت و پیروزی چیزی نصیب من نمی شود. با بیان چنین جملاتی شما شروع می کنید به کاشت دانه های فراوانی و ثروت. هرگز نگویید من نمی توانم رویای خود را تحقق ببخشم، بلکه بگویید لطف و برکت خداوند به سمت من سرازیر است. افراد مناسب و موقعیت‌های مناسب در بهترین زمان در مسیر من قرار می‌گیرند. اگر شما به این گونه صحبت کردن ادامه دهید، در نهایت محصول عظیمی از سعادت و خوشبختی را برداشت می‌کنید.
گاهی اوقات لازم نیست دشمنان ما را شکست دهند، بلکه این خود ما هستیم که باعث شکست خودمان می شویم. مراقب کلام خود باشید. در دوران دبیرستان هم کلاسی داشتم که بسیار منفی باف بود. با اینکه او یکی از ستاره های تیم فوتبال دبیرستان بود و همیشه از اندام مناسبی برخوردار بود و موهای ضخیم و زیبایی داشت، هر زمان از او میپرسیدم چه خبر، همیشه جواب یکسانی را میداد. او میگفت خبری نیست، فقط هر روز دارم پیرتر، چاقتر و کچلتر میشوم. میتوانم با جرأت بگویم این جمله را 5000 بار از زبان او شنیدم. حدود 15 سال بعد هنگامی که او را در بازار دیدم، تقریبا نزدیک بود از حال بروم. او آینده خود را پیشگویی کرده بود. او بسیار پیر، چاق و کچل شده بود. مراقب کلامتان باشید. در غیر این صورت، شکست و ناکامی را به زندگی خود فرا می خوانید. هر روز صبح با این نگرش روز خود را آغاز کنید. من معجزه خداوند هستم.